عبدالسلام 38 ساله باشنده ولایت بدخشان است که مسئولیت سرپرستی خانواده 7 نفری را به دوش دارد. او تصمیم گرفته است که برای تأمین هزینه زندگی خانواده خود از راه قاچاق و غیر قانونی به ایران برود. نبود کار و ناداری عبدالسلام را ناگزیر ساخته تا یک سفر دشوار، پرخطر و غیر قانونی به ایران را در پیش گیرد. ایران میره به خاطر کار، به خاطر نفقه، به خاطر اولاد دار است، به خاطر دیگه مجبوریه. یه چیزی نیست، افغانستان کار بار نیست. از بیکاری طرف افغانستان چی کنی؟ از مجبوری، از بیکاری آدم اون طرف میره. اگر نه در اینجا کار بار باش، اگر نه در اینجا در ملک دیگه کس چی کنی بری؟ در یک کار لکیز کسده میکلی در ولوار گرده پت مجبوری من دوال و اسروانی میرانده. لارم ده شندی ورو را تیری رم نه داوریم بش پرزم ده چیزم گیریار را والا دین روز رفتیم برگشت کردیم دور سر مرز پاکستان خواه بودیم دیگه امروز باز آمدیم ما چه نیمروز اینار باز یک گیم خوبه گفته باز میریم طرف ایران بخریم. اما والی نیمروز از این شهروندان میخواهد تا از سفرهای غیر قانونی به کشورهای همسایه خودداری کنند. واقع ده یو مشکل ده چه مگه پا نیمروز که د دې مشکل سره مخ یو، د ټول افغانستان ځوانان له همدغه لارې نه راځي، بیا د قاچاقبرانو په طریقه همجوارو ملکونو ته بول کیږي. خو دا یو لویه ستونزه ده او تکلیف ده. ما چې څومره معلومات کړي دي د قاچاقبرانو له لارې نه چې زموږ ځوانان همجوارو ملکونو ته ځي او یا په پاسپورټ او په ویزه باندې ځي، په مصارفو کې دومره فرق نشته. اوس خو موږ د ویزې زمینه هم مساعده کړې ده. این در حالی است که بر اساس گزارش ها بازداشت و اخراج مهاجران غیر قانونی افغان در ایران شدت گرفته و روزانه صدها خانواده و یا هم دیگر مهاجران افغان که به هدف کار و تأمین هزینه زندگی خانواده هایشان به آن کشور رفته بودند به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده می شوند.